تبدیل لایحه hr آر سی به قانون ایالات متحده با امضای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امضای این قانون تحریم های شدید آمریکا علیه سپاه پاسداران رژیم ولایت فقیه و مهره های وابسته به آن به خاطر فعالیت های تروریستی برنامه موشکی و نقض حقوق بشر اعمال می شود. رئیس جمهور آمریکا قانون تحریم های مسبب سنا و کنگره علیه رژیم آخوندی و سپاه پاسداران و کره شمالی و روسیه را امضا کرد. با امضای این قانون ترامپ ظرف 90 روز سپاه پاسداران رژیم ولایت فقیه و مهره های وابسته به آن در خارج از ایران را به خاطر فعالیت های تروریستی تحریم می کند. با امضای لایحه hr آر 3364 توسط رئیس جمهور آمریکا این لایحه که با اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به تصویب رسیده بود به قانون رسمی و مسبب ایالات متحده تبدیل شد این لایحه که در برگیرنده تحریم های جدید علیه رژیم آخوندی کره شمالی و روسی است هفته گذشته در مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت 419 رأی مثبت در برابر تنها سه رأی منفی و در مجلس سنا با اکثریت 98 رای مثبت در برابر تنها دو رای منفی به تصویب رسیده بود. تصویب لایحه hr آر برای مقابله با فعالیت های بی کننده رژیم آخوندی و تبدیل آن به قانون یک پیروزی بزرگ برای کارزار مقاومت ایران برای تحریم و لیست تروریستی ارگان اصلی تروریسم و صدور بنیادگرایی و سرکوب فاشیزم مذهبی حاکم بر ایران است. به دنبال تصویب لایحه تحریم ها در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا مبنی بر اعمال تحریم های جدید علیه رژیم آخوندی به خاطر نقض حقوق بشر و تولید و تکثیر موشک های بالستیک و همچنین به خاطر اعمال تحریم علیه سپاه پاسداران به خاطر تروریسم رئیس جمهور برگزیده مقاومت بر ضرورت اعمال بلادرنگ و همه جانبه این نامگذاری و تحریم ها با همه الزامات آن تاکید کرد و گفت هیچ راهی برای فرار رژیم و ارگانهای رسمی و غیر رسمی و طرف حسابهای داخلی و خارجی آن نباید باقی گذاشت. وی از سایر کشورهای جهان به ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه خواست به این تحریم ها به و اجازه ندهند رژیم آخوندی روابط و تجارت با این کشورها را به وسیلهی برای سرکوب داخلی و صدور تروریزم و جگفروزی تبدیل کند. خانم رجوی افزود علاوه بر اعمال بلادرنگ تحریم ها علیه سپاه پاسداران و ارگان های مرتبط با آن اخراج سپاه پاسداران و شپ نظامیان وابسته به آن از منطقه به خصوص از سوریه و عراق لازمه اجرای این قانون و لازمه پایان دادن به جنگ و بحرانی است که تمامی منطقه را فرا گرفته است.